فاجعه کرونا در ایران آمار جانگداز قربانیان در 478 شهر از 24200 نفر بیشتر است در حالی که دانشگاه های علوم پزشکی نسبت به موج چهارم و افزایش مبتلایان هشدار می دهند در مورد واکسن ادامه دارد جهانپور گفت هنوز هیچ واکسنی وارد نشده اما ما جزو اولین کشورهای خواهیم بود که واکسیناسیون را خاتمه خواهیم داد و نمکی گفت به دنبال مطمئن ترین و بی ترین واکسن هستیم و چانه زنی برای وارد کردن موثرترین ترین واکسن است. دبیر ستاد کرونا در لرستان طی چند روز اخیر شاهد افزایش آمار مبتلایان به کرونا و افزایش مرگ مبتلایان کرونایی هستیم. رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان از ورود موج چهارم به سمنان ابراز نگرانی کرد و گفت چهار درصد فوتی ها در سمنان بوده است. دانشگاه علوم پزشکی اسفهان برخی از بازگشایی ها در استان اسفهان بدون برنامه ریزی انجام شده است. چنانچه بیتوجهی و عادی سازی ادامه داشته باشد شاهد پیک این بیماری در بهمن و اسفند خواهیم بود. دانشگاه علوم پزشکی گلستان بستری ها افزایشی است هنوز در پیک سوم هستیم و زمان زیادی لازم است تا از آن خارج شویم شبکه بهداشت کوهگیلوی هیچ منطقه سفیدی در اینجا وجود ندارد تصمیمات بعضی از نهادها کرونا را افزایش می‌دهد سازمان مجاهدین خلق ایران بعد از ظهر امروز چهارشنبه اول بهمن ماه 1399 اعلام کرد آمار جانگداز جانباختگان کرونا در 478 شهر از 204200 نفر بیشتر است. شمار قربانیان در آذربایجان شرقی به 7808 نفر در آذربایجان غربی به 7508 نفر در اصفهان به 12880 نفر در تهران به 49666 نفر در خراسان رضوی به 13835 نفر در خوزستان به 10210 نفر در سیستان و بلوچستان به 4921 نفر در فارس به 6192 نفر در کرمان به 4512 نفر در گیلان به 7246 نفر در مازندران به 8122 نفر در مرکزی به 4193 نفر و در یزد به 3737 نفر رسیده است. در حالی که دانشگاه های علوم پزشکی یک پس از دیگری نسبت به موج چهارم و افزایش مبتلایان و میزان مرگ و میر در هفته های آینده هشدار می دهند. تعلل و توجیهگری و دروگویی در مورد واکسن ادامه دارد. جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو درباره خرید واکسن کرونا در یک ادعای مسخره گفت هنوز هیچ واکسنی وارد نشده است اما فکر میکنیم جزو اولین واکسن... کشورهایی خواهیم بود که واکسیناسیون را خاتمه خواهیم داد نمکی وزیر بهداشت رژیم گفت تا زمانی که مطمئن ترین و بی ترین واکسن را نتوانیم به کشور وارد کنیم وارداتی نخواهیم داشت و چانزنی های ما به دلیل این است که مؤثرترین واکسن را وارد کشور کنیم. با این حال وی گفت ما امیدواریم قبل از 22 بهمن واکسیناسیون را شروع کنیم. به افزود امیدواریم مصرف واکسن تولید مشترک با کوبا را در عواست بهار شروع کنیم. در لرستان دبیر ستاد کرونا گفت طی چند روز اخیر شاهد افزایش آمار ابتلا به کرونا و همچنین مرگ شهروندان هستیم. در مازندران استان مازندران همچنان قرمز مانده و محدودیت های اعمال شده نیز نتوانسته این بیماری را کنترل کند در حال حاضر 1296 بیمار کرونایی بستری و از این تعداد 285 نفر در آی سی او هستند در سمنان رئیس دانشگاه علوم پزشکی از ورود موج چهارم کرونا به استان سمنان ابراز نگرانی کرد و گفت چهار درصد از آمار فوتی های کرونا در کشور در سمنان رخ داده است. سمنان با هشت استان دیگر همجوار است و این همجواری و آمد و رفت های فراوان منجر به شیوع شدید ویروس کرونا در استان سمنان می شود. در اصفهان سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گفت اکنون روند بیماری ثابت شده است و هرگاه روند بیماری ثابت می شود نگران کننده است برخی از بازگشایی ها بدون برنامه ریزی انجام شده است چنانچه بیتوجهی و عادیسازی ادامه داشته باشد شاهد پیک این بیماری در بهمن و اسفند خواهیم بود در گلستان معاون دانشگاه علوم پزشکی گفت آمار بستری های گلستان به 373 نفر رسیده و روند افزایشی را شاهد هستیم اما منحنی بستری سینوسیست و این امر نشان می‌دهد که ما به کنترل بیماری نرسیده ایم و خلأ هایی وجود دارد گلستان هنوز در مرحله پیک سوم بوده و زمان زیادی لازم است تا از این پیک خارج شویم. در کوکیلوی و بای رحمت رئیس شبکه بهداشت کوکیلوی گفت هیچ منطقه سفیدی در این شهرستان وجود ندارد و هر لحظه احتمال افزایش بیماران کرونایی وجود دارد. تصمیمات منطقه بعضی از نهادها سیر سعودی کرونا را افزایش می دهد. هیچ چشمندازی را نمی توان برای این ویروس مشخص کرد. دبیرخانه شورای ملی مقامت ایران اول بهمن 1399